درود بر شما باد. یکی از پرسش هایی که مطرحه راجع به مسئله فرو ریختن برج متروپول در آبادان، جدای از این که چه خساراتی ایجاد کرد و چه دست هایی در کار بود که این برج ساخته بشه، این هستش که اساساً با این وضعی که در آبادان پیش آمد، آینده مردم و مملکت چجوری خواهد بود؟ این یک مثال بسیار ساده و گویا هست برای ساختار مملکت. ببینید، شما وقتی که یک ساختمان 10 طبقه ساخته میشه، 2 قلو اون هم، و برای ساختن اون نه تعهدی وجود داره و نه تخصصی. تعهدی وجود نداره برای اینکه کارفرما یا پیمانکار و ناظر که احتمالاً همش هم یکی بوده، روی این فکر نمی‌کنه که خب این سازی که داره بنا میشه اگر که مستحکم نباشه، دقیق محاسبه نشده باشه، از مصالح خوب استفاده نشده باشه، ممکنه نه حال بلکه چند سال دیگه فرو بریزه، ممکنه اتفاقی بیفته ولو اینکه یک نفر از بین بره. خب چنین تعهدی وجود نداره، چنین مسئولیتی وجود نداره که چه خواهد شد. تخصصی هم وجود نداره برای اینکه اگر علم اون وجود داشت و استانداردهای ساختمان سازی رعایت میشد، خب قطعا اتفاق نمی افتاد. پس اینجا مسئله نه تخصص نه تعهد، بلکه مسئله ای که وجود داره منفعته. منفعتی است که سازندگان دارند و خیلی بی تعهدانه، خیلی هول و خیلی سریع و عجولانه دست به چنین کاری میزن. نشون میده که یک مناسباتی به وجود آمده در شهرداری، در نظام مهندسی، در روابطی که عبدالباقی با ارکان قدرت برقرار کرده بوده. این مناسبات، مناسبات فاسدی، مناسبات فاسد بهش میگن. مناسبات فاسد یعنی مناسباتی که ضابطه من نیست، قانون من نیست، خارج از استاندارد هاست، خارج از تخصص و آشنایی با فنون مربوط است، بلکه بر پایه منافع، بر پایه رابطه بازی، بر پایه تأمین منافع دیگری و راندخاری است. این اون چیزی است که شما در سازه یا ساختمان متروپول آبادان میتونید ببینید. یعنی حاصل اون مناسبات فاسد، غیر قانونی، غیر استاندارد میشود یک سازه که میریزد و بیش از 100 تن رو میکشد، علاوه بر خسارت های مادی که وارد میکنه و خسارت های سنگین روانی که بر کل مردم وارد میکنه. حالا شما این مثال رو بیارید راجع به مملکتداری آخوندا. آخوندا یعنی ملا، ولی فقیه، خمینی، خامنه ای، رئیسی، خاتمی، نمیدونم روحانی، احمدی نژاد، تمام این مهره هاشون اینا دیگه، هاشمی رفسنجانی، اینا مهره های بالاشون بودن. این مهره ها با اون ساختار، با اون مناسباتی که برقرار کردن بین خودشون رو اگر شما لحاظ کنید، سازه یا ساختمانی که به اسم جمهوری اسلامی یا رژیم ولایت فقیه به وجود آمده، همین سازه و ساختمانی است که شما در متروپول آبادان میتونید ببینید. حال ممکنه پرسش شود که خب این که نریخته، چجوری باید بریزه؟ سازه متروپول جلوی چشم مادی و عینی ریخت،
هممون دیدیم. ولی سازه یا ساختار جمهوری اسلامی که اینجوری نیست که جلوی چش یهو بریزه همه ببینیم، بلکه آثار اون رو باید ببینیم. دلاری که در زمان شاه بوده 6 تومن، 6 تا 7 تک تومانی، الان رسیده به 32,000 تومان. یعنی 50,000 برابر گرونتر شده و به همین میزان 50,000 برابر ارزش پول ملی کمتر شده. آیا این خسارتش از ریختن برج متروپول آشکارتر و زیانبارتر نیست؟ اصلا قابل مقایسه است؟ یک نمونه است. نمونه دیگر فروپاشی خانواده هاست. فروپاشی خانواده ها. الان نه ازدواجی صورت میگیرد و اگر ازدواجی صورت بگیرد از 4 ازدواج، من نمیدونم، حالا طبق آمارای خودشون یکی یا دو تا منجر به طلاق. این فرو ریختگیه دیگه. در درجه فلاکت، یعنی اون چیزی که نسبت به وقتی که تورم رو به حساب میارن و اشتغال رو محاسبه میکنن، میگن مثلا درجه فلاکت یا زندگی فلاکت بار در ایران 57-60%. و وقتی که یک ملتی به فلاکت افتاد، این فروریختگی نیست؟ اینا فروریختگی های اجتماعی دیگه. فرار نخبه ها. علی خامنه ای آدم متحجر سطحی نگر قشری عقب مونده است و بسیار متعصب و قدرت طلب. میگه که فرار مغزها را جلوگیری کنیم یا توطئه دشمن است. بابا وقتی که مردم میبینن، جوان ها میبینن، تحصیل کرده ها میبینن این مملکت دست طالبانه، سرانجامی نداره، آینده ای نداره، فرار میکنن دیگه. فرار مغزها به عنوان یکی از مهمترین خسارت های وارد است به این مملکت و به منابع ملی و انسانی ما. اینا فروریختگی نیست؟ پس ما اگر بخوایم فروریختگی های سیاسی، فروریختگی سیاسی، شما نگاه کنیم، من فقط همینو میگم. خمینی زمانی که در فرانسه بود میگفت ما میخواهیم یک جمهوری بسازیم مثل همین جمهوری فرانسه. خب این یک جمهوری فرانسه چیه؟ بعد میگفتش که کمونیست ها هم آزاد باشن. خب این کمونیست ها آزاد باشن. الان شیعه 12 امامی آزاد نیست. الان شما نگاه کنید، مثلا اینایی که شیعن ولی راندخان نیستن، شیعن ولی مخالف ولایت فقیه. از اون آیت الله هایی که در قم بودن، مثل شیرازی ها و منتظری ها و نمیدونم همه اینایی که خودشون هم شیرازی ها نه ولی منتظری ها در پایگذاری ولایت فقیه نقش اصلی داشتن، بگیرید بیاد جلو. مگر مردم ایران، حالا حداقل به لحاظ شناسنامه ای، الان دیگه واقعیت چیز دیگه است، ولی به لحاظ شناسنامه ای اکثریت مردم ایران شیعه، به لحاظ شناسنامه ای. امروز این اکثریت غیر از اینه که نفرت دارن از این جمهوری اسلامی به واسطه عمل کردش. خب اونی که میخواست کمونیست هم آزاد باشه، الان این شیعه هم نمیتونه نفس بکشه. خودشون دارن میگن، چه برسه به کمونیسته؟ هیچ حزب و سازمان و تشکیلاتی اجازه فعالیت نداره مگر ذوب در ولایت باشه. اینا نتایج فروریختگیه. چرا؟ برای اینکه این حکومت نه تخصص داره نه تعهد. میگفتن جنگ تخصص و تعهد بود اول انقلاب، میگفتن تعهد یا تخصص. تعهد فقط به این نیستش که تو بری یه سکه داغ کنی بزنی رو پیشانیت، مثل خیلی از این سردنداران و حکومت که بگن که ما روز و شب داریم دولا و راست میشیم نماز میخونیم یا مثلا روزه میگیریم یا چنین چنان یا در نماز جمعه های حکومت شرکت میکنیم. تعهد یعنی این که شما نسبت به انسانیت، نسبت به بشر، نسبت به هم نوع خودت مسئول باشی، دلسوزی داشته باشی، همدردی داشته باشی. اگر میبینی تحصیل کرده، مهندس، فوق لیسانس،
میره در کردستان کولبری میکنه و در اون برف ها با کولش زیر برف میره و تو هم تیر میاندازی بهش. این تعهده؟ این هم نوع دوستیه؟ خب تو اصلا اجازه نباید بدی که اون به اونجا برسه. یا سوخت بری میکنه، یا کودکان کار رو میبینی، یا مردان و زنان ایرانی توی سطلهای زباله دنبال غذا میگردن. اینا نشون میده تو هم نوع دوستی نداری، نشون میده ملای حاکم تعهد نداره. تعهد یعنی این که نسبت به هم نوع خودت، نسبت به انسانیت، نسبت به بشر یک وجدان، یک آگاهی درون همراه با باید و نباید هایی، باید و نباید های اخلاقی بهش میگن، وجدانی بهش میگن، اجتماعی بهش میگن که نباید چنین باشه، نباید چنان باشه. کاخهای لباسانت رو بزرگتر کردی و سرمایه گذاری هات رو به وسیله چاه بیش از 4000 آقازاده که خودتون گفتی در دنیا ثروت ها رو اونجا دزدید و بردید و اینجا زندگی اشرافی تشکیل دادید، ملاهای حاکم و دستیاران و سرداران سپاه و این و اون، بعد میخواید حرف از تعهدم بزنید. خب تعهد که ندارید. اگر تعهد داشتید اولویت با مردم خودتون بود. چراغی که به منزل رواز به مسجد حرام است. اینا زرمون مسئله ایرانی خیلی با معناست، خیلی با معناست. تو وقتی مردم تو سطل زباله هستند و فقیر هستند و بیکار هستند، اگر پولهای اونها رو بدون رضایتشون بردی در اریتره و فلسطین و یمن و سوریه و عراق و جاهای دیگه جنگهای نیابتی رو انداختی، تو مجرمی، گناهکاری، خوی تعهد نداری. این بی تعهدی محضه. تعهد یعنی این. تخصص یعنی آگاهی، یعنی تو باید سیستم جهانی رو بشناسی، اقتصاد جهان رو بشناسی، سیاست جهان رو بشناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی رو بشناسی، تحصیل کرده باشی، دنیا دیده باشی، بتونی متناسب با اون ساختار بریزی. نه اینکه بگی فلانی هیئتی، آقا ایشان بچه خوبی است، هیئتی است، در نمازهای ما شرکت میکنن، آقا یک کاری به او بدهید. چیکار بهش بدید؟ معاون استاندار. چیکار بهش بدید؟ وزارت صمت. چیکار بهش بدید؟ وزارت بازرگانی. چیکار بهش بدید؟ وزارت خارجه. یه مش از این ملاها و یه مش از این هیئتی ها و یه مش از این بی سواد ها رو برداری بیاری و بر اساس این نگرش ناقص، نگرش پایین، سطحی و قشری و عقب مانده اونها، سیاست های خودت رو تعیین کنی، سیاست های کلانت رو تعیین کنی، در سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، روانشناسی، همه این چیزا. نتیجهش می شود متروپول، ساختاری که جمهوری اسلامی نامیده می شود یا رژیم ولایت فقیه نامیده می شود، ساختاری مثل ساختمان متروپول. متروپول یک جا ریخت جلو چش بود، این ساختار جمهوری اسلامی به مرور ریخته و میریزه و آثار زیانبار اون بر مردم بار شده و هنوز ادامه دارد. این یکی از مهمترین مسائل و مهمترین نتایجی است که ما از ریختن متروپول میتونیم بگیریم.